خب خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد که بتونیم با هم یه گپی داشته باشیم. ممنون از شما برادر مهدی عزیز، برادر پیمان عزیز که اینجا میتونیم با هم بشینیم و راجع به سری مسائلی که شاید تا حالا صحبت نشده خیلی، یا حداقل من نشنیدم که راجعش صحبت بشه، با هم صحبت کنیم. خب ما الان در شهر آدانا هستیم، در کلیسای مکاشفه به میزبانی شما، و جا داره که واقعا تشکر کنیم از شما و همه عزیزان اینجا که اینقدر لطف داشتین به ما و کمک کردین، ما رو برکت دادین، ما رو واقعا و اجازه دادین که ما بتونیم این فضا رو داشته باشیم و با هم این صحبت ها رو داشته باشیم که امیدوارم که برای مخاطبین هم مفید واقع بشه. خیلی سریع اگه بخوایم مباحثی که تو همون صحبت عامیانه خودمون هم بوده و این بر اون برم میشنویم که خیلی ها این روزها صحبت میکنن، مهاجرت عزیزانی هستش که به هر دلیلی به ترکیه از ایران ایجاد شده و شما که اینجا هر دو اینجا زندگی میکنین در شهرهای مختلف، میخوام این مقدار راجع به مسائل صحبت کنیم و بعدش برسیم به مسئله کلیسای مکاشفه که اینجا چرا اصلا این کلیسا بنا شد. به نظرم اصلا از همینجا شروع کنیم. برادر مهدی عزیز اگر سلامی هستش بفرمایید و بعدش راجع به این صحبت کنیم که چه نیازی دیده شد که باید ما اساسا یک کلیسایی داشته باشیم. منم سلام و درود میگم به شما، خوش آمد میگم. مرسی ممنون. سپاسگزارم با تمام این مشغله هایی که داشتین، تشریف آوردین اینجا، برکت دادین، همه عزیزان برکت گرفتن. کلیسای مکاشفه به خاطر اون شرایطی که توی اون مقطع احساس شد، صحبت هایی که پیش اومد با شما عزیزان، برای این احداث شد که تعلیم درست، نیازهایی که وجود داشت احداث شد و توی خب مقطعی بودش که ما مخصوصا توی شهر خودمون مهاجرانی که دارن میان، فارس زبان ها بیشتر، حالا صحبت ایرانی ها نیست، افغان ها رو داریم ما، تاجیک ها رو داریم، اینهایی که میان اینجا دنبال کلیسایی میگشتن که بتونن تعلیم درست بگیرن و بتونن جایی رو داشته باشن به عنوان خانه خودشون، چیزی که مال خودشون باشه. ما اینجا رو با همت سازمان مکاشفه و عزیزانی که حمایت کردن اینجا رو احداث کردیم و خب خدا رو شکر الان نزدیک به 6 ماهه که شروع کردیم و توی این 6 ماه به فیض خداوند کلیسا بسیار خوب رشد کرده و همه امکانات مهیا شده. حالا با وجود مشکلاتی که اتفاقاتی که افتاد که احتمالاً راجع بهش صحبت خواهیم کرد، ولی خیلی خوب بوده، ما تونستیم به سمت اون هدفی که داشتیم، به سمت اون رویایی که داشتیم پیش بریم و تو اون مسیر قرار بگیریم. من خاطرم هستش که با هم که صحبت میکردیم، خب من یک معرفی بکنم، شما از مسیحیانی هستین که دارین الهیات رو میخونین در دانشگاه سعودیستر و الان مسئول و رهبر کلیسای ایرانیان آدانا، کلیسای مکاشفه در شهر آدانا هستین و برادران پیمان هم که حالا ازشون خواهیم شنید، جدا از حالا کارهایی که سابق میکردن، کارگردانی و کارهای دیگهی که در سینما در ایران میکردن، الان افتخاری داریم که در مکاشفه ایشون رو داشته باشیم. در خیلی قسمت هایشون فعالیت میکنن، ما رو کمک میکنن، ولی کسانی که رادیو مکاشفه رو گوش میکنن از صفر تا صدش ایشون هستن و این افتخار آشنایی رو ما داشتیم و الان هم که همکاری. ولی بخواییم برگردیم به بحث کلیسا، من خاطرم هست این صحبت که میکردیم با هم، یکی از معضلاتی که در ترکیه بوده و ما میدونیم شما هم که دیگه با پوست و گوشتتون لمسش کردین، چون من با شما جداگانه هر دو صحبت هم کردم، کلیساهای ناسالمه. هیچ تعارفی ما نداریم. ما میبینیم امروز که کلیساهایی هستن که جدا از تعالیم اشتباه، جدا از مسائلی که انجیل محور نیست، میبینیم که شخصیت ها هم دچار مشکل هستن. یعنی کسانی که رهبران هستن شخصیتا رفتاری کارهایی رو میکنن که اصلا جدا از مسیحیت هم نباید بشه، چه برسه در کلیسا. یعنی با خود شما من چندین مورد صحبت کردم، با شما که خود شما یکی از اون کسانی هستین که میتونید شهادت بدین، با خیلی از کسان دیگه که من در ترکیه صحبت کردم واقعا شاخ در آوردم، چون
یه موقع هستش یکیه، دو نفره، سه نفر آدم میگه خب این آدم ها مثلا اصلا مسیحی نیستن، اومدن در کلیسا. ولی یک شرایطی به هر دلیلی ایجاد شده که یک سری شهادت های فوق‌العاده وحشتناکی من میشنوم. که این صحبت ها رو با هم میکردیم و خیلی از این کلیساها بیرون اومده بودن و شما حقیقتاً آستین بالا زدین و این کلیساها رو بنا کردین و ما هم این افتخار داریم که با شما همکار و هم خدمت باشیم. یه مقدار از اون مسائل بگین که واقعاً چه اتفاقاتی افتاد، چه چیزهایی در این شهر و در ترکیه هستش که اینقدر شهادتهای بد ما میشنویم. شاید نمیخوام خیلی مسائل رو هم زمان و هم اینکه نمیخوام وارد خیلی از چیزا بشم، ولی خیلی کوتاه بگم، ما شنیدیم و دیدیم که از آیات کتاب مقدس برای مقاصد و نیتهای شوم خودشون استفاده میکنن. گفته شده که خداوند عیسی مسیح برای گناهان گذشته، حال و آینده ما به صلیب رفت، پس همه اینا بخشیده شده، پس ما این کار رو انجام میدیم، بعدش میایم توبه میکنیم. و خب این باعث شده که عزیزان، مخصوصا خواهرایی که توی کلیساها میرفتن، اصلا از کلیساها بریدن، زده شدن. و ما واقعا توی این مدت 6 ماه با وجود اینکه خب دیدن هنوز خیلی ها میترسن که بیان، هنوز خیلی ها دورن و سعی میکنن با کلیساهای مجازی از طریق زوم در ارتباط باشن و میترسن به محیط کلیسا برگردن. و اینو خب طبق تعالیمی که حالا توی میزگرد مکاشفه داشتیم، اصلا ما کلیسایی به عنوان کلیسای مجازی نداریم، مگر تو شرایطی که حالا شرایطی باشه که واقعا وجود نداشته باشه کلیسایی که بشه از اون استفاده کرد. ولی خب ما داریم تلاشمون رو میکنیم، داریم میریم. به هر حال همیشه در طول 20 قرن کلیسا، 20 قرن مسیحیت، این مشکلات همیشه تو کلیساها بوده. ما نمیتونیم اینو منوط بکنیم تنها به کلیساهای ایرانی یا به کلیساهایی که هست توی ترکیه. ولی خب متاسفانه توی کشور ترکیه کلیساهایی که توی کلیساهای سالم ما خیلی داریم، خیلی کلیساهای خوب داریم توی ترکیه، چند تایی رو که خب دوچار مشکل شدن، مشکل ساز شدن، ولی اینها خیلی بولد شده به خاطر اینکه عزیزانی که میان اینجا اکثرا بیش از 90% پناهنده هستن و با یک زخمی، با یک مشکلاتی، اکثرا با دردهایی که میان، فشارهایی که توی ایران بهشون اومده به خاطر مسیحیت. برادر و خواهرای افغانمون شرایطشون کاملا مشخصه و همه میدونن چه جوری تحت فشار هستن. من حتی به جرات میتونم بگم بیشتر از ایرانی ها تحت فشار هستن. میان اینجا بیشتر اینو میبینن، بیشتر اینها دیده میشه. ما تلاش خودمون رو کردیم و امیدواریم به فیض خداوند بتونیم بهتر از این عمل کنیم. آمین. آمین. نکته خوبی اشاره کردین. قبل از اینکه از بردان پیمان بشنویم تو همین موضوع، همه نمیتونیم بگیم همه کلیساها بدن، ولی یک بخش عمده ای از اینها رو من فکر میکنم چون نه نظارتی هستش و چون عده زیادی شاید مخاطب باشه، مطالباتی باشه و اجبار بر اینه که سریع یک چیزی شکل بگیره، یک کسی هم رهبری رو شروع کنه و اساسا خارج از اون چیزی که کتاب مقدس به ما تعلیم میده، دستگذاری ها زود میشه، سریع افراد وارد خدمت رهبری و شبانی میشن و این شخص اصلا آماده چنین خدمتی نیست و خیلی سطحی گرفته میشه کلام خدا، سیستم کلیسایی، آیین های کلیسایی و کلام مقدس خدا خیلی سطحی گرفته میشه. من فکر میکنم اساس اون چیزی که دل من بود و دل شما بود و دل همه عزیزان این بود که یک مقدار از این سطحی نگری ها ما بتونیم کسانی که اذیت شدن نجاتشون بدیم، یعنی یک فضایی رو بتونیم داشته باشیم که اول هم تو شما اشاره کردین تو صحبتامون که یک خانه‌ای داشته باشن، امن باشه، سالم باشه و ما بتونیم یک خوراک سالمی از کلام خدا بدیم. چون حقیقتاً کلیسا رو جایی که سطحی نگاه کردن بهش و خیلی جدی نگرفتن، خب گناه زیاد شده. حالا گناه از سر ممکنه باشه، از شبان و رهبر و بعد در خود کلیسا. برای همین خیلی به نظر من الان ما یک نقطه تاریخی هستیم
به خاطر مسائل سیاسی، اقتصادی و مذهبی خیلی از ایرانی ها مهاجرت میکنن به کشور همسایه ترکیه و الان اینجا بسیار بسیار زیاد ما ایرانی داریم. یک بخشش خب مسیحی بودن، یک بخشش میخوان مسیحی بشن به دلایل واضح که شاید اینجا رو یک پرتگاهی میبینن برای خودشون. اساساً برای کلیسا الان یک خیلی سال بعد ممکنه این تاریخ رو بخونن که زمانی که 100 سال 200 سال بعد که بگن که یک بخشی از تاریخ کلیسای ما هستش که در ترکیه ایرانیایی بودن اومدن 20 سال نمیدونم، امیدوارم کمتر از اینا باشه، ولی الان میدونم افرادی که اومدن دیگه 6 سال 7 سال 10 سال 12 سال هستش که افراد اینجا بلا تکلیف موندن و این تاریخی میشه که یه مقدار ما میخوایم طریق کلیسای مکاشفه یه بخش روشن و مثبت این تاریخ باشیم. تلاش ما اینه که بتونیم قسمت هایی که تاریکه رو یه مقدار پر کنیم و کمک کنیم به این عزیزان. از شما بشنویم مسیحیت در ترکیه. سلام عرض میکنم خدمت شما بردم مهدی عزیز و ممنونم بابت میزبانی شما و همه عزیزان در کلیسای مکاشفه آدانا. نکته اینجاست که من اعتقاد دارم که کلیسا فارغ از در واقع پناهجویانی که عموماً رجوع میکنن به کلیسا و ایماندار هستن، عملاً یک پناهگاه است، چه برای کسانی که ایماندار هستن و چه کسانی که پناهجو هستن در ترکیه. اما سوال برای خود من همیشه اینطور ایجاد میشه که آیا حقیقتاً اون کلیسا یا کلیساهایی که در ترکیه هستن، کلیساهای فارسی زبان، آیا به معنای واقعی اون پناهگاه هستند؟ آیا در واقع محلی هستند برای که ایماندارها بنا به تعاریفی که ما از کلیسا داریم بتونن حق مطلب رو در کلیسای خودشون در واقع کسب کنن و اون سازوکاری که در کلیساها باید شکل بگیره آیا شکل میگیره در کلیساهای ترکیه؟ پاسخی که برای خودم دارم اینه که بله صورت میگیره، اما این عمومیت در کلیساهای فارسی زبان نداره. طبیعتاً مشکلات زیادی هست و شما عزیزان به خوبی واقف هستین به این امر و نکته تأسف‌بارش اینه که این آسیب‌ها ممکنه در دراز مدت باشه. یک بیماری ممکنه که سالها با یک بیمار همراه باشه و اگر فکر به حالش نشه طبیعتاً آینده خوبی نمیشه برای او در نظر گرفت. معتقدم که پناهگاه بودن اصل مهمی در کلیساست، چون که روح و جسم رو توامان در بر میگیره و تصور بر اینه که کلیسایی که هر دو اینها رو با موفقیت بتونه این مأموریت رو به انجام برسونه حقیقتا تونسته بخش زیادی از کلام خداوند رو اعمال کنه و عملی بکنه، که متاسفانه به نظرم اون چیزی که من شاهد هستم، البته نمیخوام اینو تعمیم بدم، نمیخوام حقیقتا گسترش بدم، اما آسیب هایی هستش که باید خیلی زود به اونها رسیدگی بشه. آسیب هایی که میگم من واقعا چیزایی که شما شنیدم، حالا بقیه دوستان، خیلی عجیب غریبه. یه مقدار از این آسیب ها بفرمایید. ما توی جاهای مختلف خیلی ها رو دیدیم که بهشون پیشنهاداتی شده، چه در مورد آقایون چه در مورد خانوم ها، اتفاقاتی افتاده که اینها اصلا گریزون شدن از کلیساها. ما بابت اینکه مثلا جایی کسی بره بدون اجازه کلیسا، بعضی از رهبران کلیساها به خودشون اجازه دادن که وارد حریم خصوصی خانواده ها بشن که مثلا شما این مسافرتی که رفتین یا موعظه فلان برادری رو از طریق مثلا یوتیوب یا زوم مثلا پیگیر شدین، به خودشون اجازه دادن تو خونه هاشون برن، با اونها درگیر شدن و شکایت هایی رو داریم که توی محکمه ها دادگاه های ترکیه ثبت شده بابت این چیزها و چیزی نیستش که بخوایم بدون سند و بدون مدرک بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. اسنادش توی دادگاه های ترکیه موجوده. آسیب ها زیاد بوده، خیلی ها رو ما دیدیم شرایط پیش اومده که اصلا دیگه پاشون تو کلیساها نذاشتن، دیگه رفتن که خیلی ها رو من دیدم که برگشتن گفتن اصلا اگر این مسیحیت ما اصلا
نمیخوایم دیگه دینی داشته باشیم، دیگه نمیخوایم اینجوری باشیم. در کنار این ما باید این به این واقعیت هم نگاه بکنیم که ما خیلی ها رو داشتیم که به خاطر محبت کلیسا، به خاطر اون روابط کلیسایی ما خیلی ها رو دیدیم که ایمان آوردن و ما توی این مدت شاهد این مسئله بودیم که بعداً راجبش صحبت کنیم کرد، ولی دیدیم کسانی که این اتفاق هم افتاده واسه شون. بی اخلاقی هایی که حالا میشنویم و حتی چیزهایی که کوچکترینش در هر جای دنیا، در هر کلیسایی خارج از ترکیه، حالا بیشتر در غرب، کوچکترین از اینها مساویست با خلع اون رهبر، خلع اون شبان. و من شنیدم که کسانی هستن که این کارا رو میکنن و همچنان هم دارن رهبری میکنن. یعنی این برای من کاملا پیامدش برای من اینه که یک نظارتی نیست، یعنی هیچ کسی اصلا براش یا مهم نیست یا نظارتی نیست اصلا، و اینکه اساسا اجباری انگار وجود داره که خود اون اعضایی هم که هستن، چون صحبت ما با هم فکرم دیروز میکردیم که اعضایی که باید برن به کلیسایی و در اون شهر فقط یک، من شنیدم اینو چون میگن که ما باید بریم کلیسا و فقط همین کلیسا وجود داره و مجبوریم تم بدیم به خاطر شرایط مختلفی که دارن، شرایط خاصی که فقط برای پناهجویان هستش، و اون شبان، اون رهبر، یعنی بعضی موقع شبان نمیشه واقعا گفت، چون این اسم شبان قداستی با خودش واقعا داره، مراحلی رو باید طی کنن که طی هم نمی کنن. و میبینیم که متاسفانه به جای اینکه خدمت کنن، خادم باشن، عیسی مسیح در مرقس 10:45 اگر اشتباه نکنم میگه پسر انسان نیامده است تا خدمت بشود، آمده است تا خدمت بکند. وقتی ما خداوندمون میگه که من نیومدم من خدمت بشم، اومدم خدمت کنم، ما چرا فکر میکنیم باید ما خدمت بشیم؟ چرا ما این طرز فکر خادم بودن رو واقعا نداریم؟ و متاسفانه به جای اینکه خدمت کنن دارن سوء استفاده میکنن و چه اتفاقات بدی میفته و واقعا جای تاسفه و فکر میکنم لکه بسیار تاریکی هستش در کلیسای ایرانی، در این بخش حالا ترکیه و این سیستمی که الان به وجود اومده، که حتما باید دعا کنیم، حتما باید فکر کنیم که چطور میتونیم کلیساهایی باشه که حالا ما سعیمون در کلیسای مکاشفه، مطمئنم با هم صحبت هم کردیم، اینه که دقیقا ما این رو داشته باشیم، خدمت کنیم، شاگردسازی کنیم و قداست از همه چی برای ما مهمتره. تجربه شما رو بشنویم. من فکر میکنم که اساسا داشتن یک موقعیت در بین جوام ایرانی برای متصور هستن که مادام العمر هست تحت هر شرایطی، یعنی شما با هر، چون داشتیم دیگه در خیلی از ابعاد جامعه ایرانی داخل ایران به خصوص، شما تحت هر شرایطی با هر موقعیتی و با هر نوع فسادی به شکل مادام العمر شما در اون جایگاه هستی تا اینکه مرگ شما رو از اون موقعیت خلاص کنه، و این خیلی تأسف آوره. به نظر میرسه که در فضای کلیسای ایرانی هم متاسفانه این رسوخ کرده، یعنی یک جوری که شما اشاره فرمودین، شبانان و یا حتی اقل شبان نماها بر این تصور هستن، یا سازمان‌های حامی برای این تصور هستن که این فرد شبان هست و خواهد بود مادام العمر، با هر خصوصیات اخلاقی، با هر نوع دانشی، با هر میزان آگاهی، برایشون برچسب شبانی خورده و این دیگه به هیچ عنوان نمیتونه از اون جایگاه افول کنه و برداشته بشه. که متاسفانه من فکر میکنم که اصلا شبانی جاییه که ممکنه شما فردا صبح نباشی در اون جایگاه، به جهت اینکه بسیار حساسه و شما باید لحظه خودت رو چک کنی که آیا شایسته اون شبانی هستی یا خیر، نه اینکه مواردی که برادر اون مهدی اشاره کرده. این داستان خودمحوریه فکر میکنم، که حالا یک امپراتوری میخواد برای خودش درست کنه، این وسوسه هستش برای همه، چون این مقام رهبری کلیسا مقامیه که مقام کمی نیست، شما بالاخره کلام خدا رو روی منبر اعلام میکنید و این وسوسه هستش که شما این خودمحوری و این تشکیل امپراتوری و که حاضر نباشی از اون جایگاه خودت رو پایین بکشی، چون
بر این باور هستی که این ویژگی رو داری، یعنی ویژگی یک شبانه کامل رو داری، با هر ویژگی با هر و به خود اجازه بدی که اون خطا رو مرتکب بشی و خطاهای مشابه رو مرتکب بشی که خیلی هم صحبت کردیم. قبل از اینکه بخوایم حالا به رویاهای خودمون بپردازیم، تو این بخش راه حل چیه؟ یعنی اینکه ما داریم میبینیم الان این ماجرا رو و خب خیلی تأسف میخوریم، چون که شک نداریم، یعنی یه موقع هست شما یه حدس و گمانی میزنید، ما از حدس و گمان گذشتیم چون با افراد زنده ما صحبت کردیم. تو همین سفری که ما اینجا داشتیم و قبلا هم که صحبت میکردیم، مسائلیه که واقعا جدی هستش. راه حل به نظر شما به عنوان یکی از رهبران این شهر چی هستش؟ ادامه صحبت شما و در پاسخ این سوال شما به همدیگه ارتباط داره. ما جایی که احساس میکنن عزیزان فکر میکنن چون رهبر هستن و به دید رهبری و مقام نگاه میکنن به این مسئله، به خودشون اجازه میدن هر کاری رو بکنن و متاسفانه به این به چشم یک شغل نگاه میکنن و این یه چیزیه که بین تمام کلیساها شنیده میشه. کلیساهای سالم عنوان میکنن که آقا این شغل نیست و کلیساهای ناسالم به عنوان یه شغل نگاه میکنن. فراموش کردن که مهمترین کاری رو که یه شبان باید انجام بده خدمته. فراموش کردن و رهبری میخوام بکنن به عنوان اینکه امپراتورن، رئیسن، رئیس جمهورن و این میز دائمیه. راه حل اولا من فکر میکنم تعلیم درسته برای رهبران. باید همیشه، من میدونم شما هنوز مطالعه میکنید و تمام کشیشان بزرگ همه در حال مطالعه هستن و دارن آموزش میبینن، به یه نوعی دارن آموزش میبینن، همونطوری که خدا انتهایی نداره، کتاب مقدس که کلام خداست انتهایی نداره، ما به آخرش نمیرسیم هرگز، باید مرتب در کلام باشه. و یک مسئله آموزش میشه و یک مسئله این که واقعا یک نظارتی باید وجود داشته باشه، یک نظارتی باشه که حالا نمیخوایم راجع به نوع خاصی از کلیساها صحبت بکنیم، ولی باید حتما نظارتی وجود داشته باشه و کسی رسیدگی بکنه، باشن کسایی که جوابگو باید باشن، به جای شبانها باید به جای جوابگو باشن و این خیلی مسئله مهمه. و اینکه به نظر من خب طبیعتاً چون ما حالا خیلی جاها رو میبینیم که خارج از مذهب این فسادها هست، ولی توی این بخش شما راجع مثلا الهی صحبت میکنیم، دعا بسیار بسیار مهمه، چون که ببینید اون شخصی که داره این کارو میکنه، اون حالا رهبری که ناسالمه، حالا یا از قصد این کارو میکنه یا به بلوغ روحانی نرسیده، شخصیتش یه جور دیگه شکل گرفته و توانش رو نداره، به نظرم ما به عنوان کسانی که دل میخوایم بسوزونیم، حداقل تلاشمون اینه که ما سالم باشیم، تلاشمون اینه که ما بتونیم تعلیم صحیح و تا جایی که میتونیم ارائه بدیم، اینه که همواره در دعا باشیم و از خدایی که سرچشمه همه این چیزهاست بخوایم که اول ما رو کمک کنه تا نمونه خوبی باشیم و دوم اونها رو کمک کنه تا حکمت پیدا کنن، تا بتونن مسیر خودشون رو پیدا کنن، چون که به هر حال تغییر از بالاست، تغییر از درون باید رخ بده و همیشه در تاریخ دیدیم که کسانی که ایستادن و دعا کردن اونها شاهد تغییرات بودن. پس تا اینجا شما بفرمایید که من نکته رو که خواستم به فرمایشات برادرم مهدی اضافه کنم، شما به درستی اشاره کردید به اون نظارت و به اون کنترلی که باید صورت بگیره. من فکر میکنم که این نظارت و این کنترل باید دو سویه باشه، یعنی اگر در واقع از سوی سازمان مربوطه و اون در واقع رأس هرم قراره که کنترلی صورت بگیره، اتفاقا ایماندارها هم باید، اعضای کلیسا هم باید به اون بلوغ و به اون آگاهی رسیده باشن که بشناسن بله. رفتار خودشون رو و بدونن که در مقابل چنین عملی چه عکس العملی باید صورت بگیره. و اساسا فکر میکنم که جامع الاطراف بودن یک ایماندار، آگاه بودن به وظایف خودش و وظایف شبان، به اون شبان در واقع خطی رو و
محدوده ای رو برای او تعیین میکنه که او بهش به خودش اجازه نده که وارد خیلی از حریم ها بشه و خیلی از رفتارها از او سر نزنه. طبیعتا رفتار من، عمل من عکس العملی رو برمی انگیزانه، یعنی اینکه خیلی اهمیت داره که یک عضو هم جایگاه خودش رو، رفتار خودش رو و موقعیت خودش رو نسبت به شبان خودش بتونه کنترل داشته باشه و اون هم خیلی توی عملکرد اون شبان تاثیر میگذاره. این مثلا ما سیستم قهرمان پروری رو داریم، سیستم این رو داریم که چون حالا یه فرهنگ شرم ما داریم، خجالت رو ما داریم و همیشه کسی که میره اون بالا حالت رهبری داره، حالا در اون سیستم اسلامی هم همیشه منبر بالا بوده، همه میشستن هیچ کم حرف نمیزده و این مقدار وارد شده، در صورتی که در کلیسا ما همه در بر یک ساعت ایستادیم، همه، حتی اون شبانی که اونجا داره موعظه میکنه اونم با ما روی یک ساعت ایستاده. عیسی مسیح گفت برادر ما هستش، اون خودش رو بالا نبرد و به نظر خیلی نکته مهمیه، ولی خب از اونجایی میاد که ما مسیحیت برای ما خیلی تازه است، یعنی ما بعدها که حالا کسانی که شاید این تصویر یا این صدا رو یا تاریخ رو مطالعه کنند 200 سال پیش، 300 سال ببخشید 200 سال دیگه، 300 سال دیگه نگاه کنند میبینن که خب ما خیلی آزمون و خطاهایی داریم، ولی همچنان میشه ما عبرت بگیریم. ما از اسرائیل میتونیم عبرت بگیریم، از کلیساهای غرب میتونیم عبرت بگیریم، از همین اشتباهات چند هفته پیش خودمون میتونیم عبرت بگیریم، ولی خب متاسفانه هنوز اون جا نیفتاده تو ذهن خیلی از ما مسیحیان که همونطور که شما گفتین من مسیحی که نشستم پای این صحبت مسئولم، من هم میتونم در این سازمان و سازماندهی مفید باشم، کمک کنم و این نباشه که من بیام مثل یک مهمان بشینم کارم انجام بدم، نه هدیه‌ای بدم، یعنی مسئول پذیر باشم و بتونم تو اون تاثیرگذار هم باشم. به نظرم بحث خوبی بود که پس یک اتفاقیه که دو جانبه است، هم شبانان باید مسئول پذیر باشن، درست رفتار کنن، هم اعضا باید باشن و این هم کار سخت میکنه، هم به نظرم یه راهکار خوبی هستش. حالا به نظر شما عزیزان ما آینده رو چطور میبینیم؟ به عقیده من اتفاقات خوب زیاد افتاده و کلیسای نوپای ایرانی با وجود تمام مشکلات، اتفاقاتی که افتاده، رو به رشده. امروز با وجود عزیزانی که تعالیم درست دارن میدن، خیلی ها دارن آگاه میشن و مسیحیت واقعی رو میشناسن و به سمت جلو دارن پیش میرن. راه طولانیه، سخته، ولی من فکر میکنم که به سرانجام خواهد رسید، ولی نه به این زودی که من بگم مثلا یک سال دیگه، دو سال دیگه، و نباید هم توقع داشته باشیم که قراره یه اتفاق خیلی بزرگی بیفته، چون این مشکلات رو شاید بین ما ایرانی ها خیلی نشون میده، ولی امروز کلیساهای امریکایی و اروپایی همه جا درگیرش هستن. این اتفاقات کلیسای کاتولیک با قدمت طولانی این مشکلات داخلش هست. حتی کسانی هستن، رهبرانی هستن که باید پاسخگو باشن بهشون، یعنی اسقف ها هستن، پاپ هست، ولی این اتفاقات میفته تو سطح های پایینش هم میفته، وسط میفته، بالا هم میفته. قرار نیستش که اون روزی کلیسا به اوج خودش میرسه که خداوند ما عیسی مسیح برگرده و اون روز خب همه چیز اوکی میشه، ولی من این پیشرفت رو دارم میبینم و دعا میکنم واقعا که عزیزانی که میان اون هیجاناتشون و اون قهرمان پروری که شما گفتین رو بذارن کنار و واقعیت ها رو بخونن، کلام خدا، کتاب مقدس، درک بکنن و بیان جاهایی که تعالیم درسته از اونجا استفاده بکنن که سریعتر یه مقدار وضعیت بهتر بشه. عرض کنم که تصورم برای اینه که کل فضای کلیسای ایرانی، چه در ترکیه چه در همه نقاط دنیا فرقی نمیکنه، حالا در فضای کشور ترکیه خیلی زیاد هستش، ما با کلیساهای زیادی مواجه هستیم، فکر میکنم بیشترین میزان کلیساهای فارسی زبان رو ما در ترکیه داشته باشیم.
من فکر میکنم که این یک دوی استقامت هست، نه یک دوی سرعت. یعنی به کمال رسیدن، به نتیجه رسیدن مستلزم صرف وقت، هزینه و شکیبایی هست. و شاید شما هم در فرمایشاتتون در بخشی اشاره کردید، شاید اون سرعت بخشیدن ما رو به سرعت به خطا میبره. من بر این باور هستم که اگر اون اصلاح صورت نگیره، این خطر هستش که این معلمین در واقع کذبه معلمین دیگری هم پرورش بدن و نشه جلوی این بیماری رو گرفت. و نگرانی من همیشه نگرانی هست و خواهد بود، در تاریخ کلیسا بوده، بازم خواهد بود. اون یه بخشیه که به نظرم اجتناب ناپذیره، ولی من فکر میکنم یکی از کارهایی که ما باید واقعا انجام بدیم اینه که هیچ وقت کمیت و کیفیت رو با هم قاطی نکنیم. یعنی خیلی هستن که میان واقعا کمیت رو انقدر بهش بها میدن که کیفیت دیگه براشون مهم نیست، که فقط میخواین که یک تعدادی باشن، این باشه، این گزارش بیاد، این تعداد گفته بشه بره. ولی خب اصلا کلیسا این نیست. یعنی ما خیلی جاها میبینیم که اشتباه فلسفه کلیسا مسیحیت رو ما متوجه شدیم، بنا به ضرورت، بنا به اینکه گفتیم حالا یکی شغلشه، یکی باید یه چیزی رو داشته باشه، به یک کسی اعلام کنه، حمایت مالی داشته باشه. و ما از این اصلا انقدر دور شدیم از اصل که دیگه کیفیت اصلا بحث نمیشه. رویای ما با این بخش رو تموم کنیم با هم، رویای ما در حالا خدمتی که در مکاشفه داریم و بعدش در ترکیه کلیسای آدانا و بعد به فیض خدا کلیسای دیگه که اگر خدا اراده کنه در شهرهای دیگه بتونیم داشته باشیم، اینه که واقعا بتونیم یک این کیفیت رو، این کلیسای سالم، اون پناهگاهی که شما گفتیم، این خدمتی که مد نظر ماست، که جامعه‌ای که یک در ایران پر از آسیبه، پر از زخمه، این افراد میان و وارد مسیحیت میشن با هزار آرزو، با هزار امید که به هر حال با خدای حقیقی آشنا شدن و قرار نیستش که دوباره اون آسیب‌ها رو ببینن. خب ما یک مکان امنی رو بتونیم براشون داشته باشیم و کم کم، نه اینکه مشکلات حل بشه، نه اینکه سلامتی و انجیل کامیابی، نه، حداقل بتونیم مرهمی باشیم برای اون دردها، آرامش داشته باشیم، محبت رو بچشن، خوشی واقعی رو بچشن در عیسی مسیح. و بعدش بتونیم شاگرد سازی کنیم و بتونیم گسترش بدیم، چون رویای ما این هستش که همونطور که عیسی مسیح رو بریم و شاگرد سازی کنیم. ما به طور کلی همونطور که صحبت کردیم، رویا و اون چشماندازمون به آینده اینجوریه که برای کلیسای خودمون که توی دو بخش فعالیت بکنیم. اولا محیط کلیسا رو به این گونه نباشه که فقط روزای یک شنبه بیایم دو ساعت با هم دیگه، بعدش با هم دیگه خوش بگذرونیم و همدیگر دیده باشیم بریم و تموم بشه، کلاب باشه، آره، کتاب مقدس رو ببندیم بذاریم کنار، خب دیگه رفتم دیگه، تا هفته دیگه چی نمیخورم. باید به یاد داشته باشیم که این نان روزانه ماست. به همین خاطر ما باید تعالیم داشته باشیم، کلاس های تعلیمی داریم، در وهله اول شاگردسازی، و توی مسئله شاگردسازی باید خیلی همت بکنیم و داریم تلاش میکنیم، با وجود اینکه ما به خاطر اتفاقی که افتاد، زلزله‌ای که داشتیم، یه مقدار تأخیر داشتیم، برنامه هامونی خود به هم خورد، ولی باز این کار رو انجام دادیم، نه در اون حدی که میبایست انجام میدادیم، باید انجام میدادیم. و بعد از یه مرحله باید به فکر رهبرسازی باشیم برای کسانی که آماده بشن برای اینکه این کاری رو که شروع کردیم ادامه بدن. همونطوری که برادرم پیمان گفت، به یاد داشته باشیم که قرار نیست همیشه توی این نقطه بیستیم، بشینیم و این میز مال ماست، این منصب مال ماست، دیگه نباید جای دیگه بریم. باید به گونه‌ای باشه که اگر قرار شد در خداوند بخوابیم، اگر قرار شد به هر دلیلی جایی بریم، کسی باشه که جایگزین بشه و هیچ اتفاقی نیفته، بلکه بهتر بشه. کسانی که بعد از ما میان تجربه بهتری داشته باشن، از کارهایی که، اشتباهاتی که ما کردیم استفاده بکنن و راه درست تری رو برن، و اونها هم برای
نسل بعدی، دوره های بعدی این کار رو انجام بدن، یک میراثی باشه برای مکاشفه که به امید خدا یه روزی رو ببینیم خیلی زود که مکاشفه در نه تنها کل ترکیه، در کل دنیای ایرانی، جهان ایرانی و فارس زبان ریشه دونده باشه. آمین. اون موقع طبیعتا ما ها سالهای ساله که پیش خداوند هستیم، البته هیچ برای خدا محال نیستش، ولی خیلی زیبا گفتین شما و من هم همیشه تأکیدم اینه که ما چطور داریم نسل بعد رو آماده میکنیم، چه بستری داریم فراهم میکنیم که نسل بعدی اگه بیاد با چی مواجه میشه، آیا با یک ساختمونیه که تازه باید خرابش کنه، با یک کشتیه که پر از سوراخه، یا ما الان حاضریم این سوراخ‌ها رو درست کنیم، کشتی رو تحویل نسل بعدی بدیم که بره رو آب، چون من معتقدم که الان ما کشتی نداریم که بتونیم روی آب ببریمش، همه جای سوراخه. ما به نظر من نسل ما وظیفش اینه که تعمیر کنه این کشتی رو، بده دست نسل بعدی، نسل بعدی به فیض خدا تازه این رو روی آب بندازه. صحبت پایانی شما رو بشنویم. دقیقاً بر این باور هستم که خلای آموزش در واقع اصل یه مشکل بزرگ کلیساهای فارسی زبان هستش و خیلی خوشحالم که مکاشفه داره تلاش میکنه و این تلاش هر روزه است، داره این خلاء رو پر میکنه و با تعالیم داره سعی میکنه که ایماندارانی آگاه رو پرورش بده، چون خودم شخصا به عنوان یک ایماندار معتقد هستم که تازه شدن در کلام خداوند میتونه ما رو به جلو هدایت کنه، به کمال در ایمان برسونه، و اگر ما در واقع اون نان روزانه رو کسب نکنیم دچار ماندگی میشیم و هر آب زلالی اگر بمونه دیگه قابل استفاده نیستش و یک مرداب میشه. خیلی خوشحالم که مکاشفه تلاش خودش رو داره میکنه، چه در بحث مدیا، چه در بحث کلاس‌های آموزشی، چه در کلیسای خودش داره تلاش میکنه که این تازگی و این تازه شدن رو در ایمانداران هر روز تکثیر کنه و خیلی به نظرم نقطه عطف این. بله. بله، آرزوی قلبی ما همینه، ولی این بحث خدمت و فروتنی جای خاصی داره. کلام خدا میگه که هر کسی میخواد سرافراز بشه باید فروتن بشه. عیسی مسیح گفت بزرگترین شما باید خادم اون یکی باشه. این به نظرم یه مقدار جای تأمل داره برای همه ما و بعدش اینکه پیشنهاد بدیم بقیه کسانی که خدمت میکنن به این مقدار بیشتر فکر کنن. فروتنی و اینکه هر کسی که فکر میکنه خیلی رفته بالا، از اونجا میشه فهمید که چقدر داره پای دیگران رو میشوره. امیدوارم که اول خود ما و بعد بقیه عزیزان به این نکته برسن. مرسی از نکاتی که اشاره کردیم. ممنون از شما. سپاسگزارم.